و حسام دستپیش، تحلیلگر سیاسی از بروکسل همراه ما هستند. آقای دستپیش، ارزیابی شما از این حمله چه هستش؟ آیا اسرائیل با این حمله پیامی رو می‌خواست منتقل کنه به جمهوری اسلامی؟ واقعیتش اینه که این حمله قابل پیشبینی بود، اما خب سبک و سیاقش متفاوت بود که اسرائیل در مورد اون تصمیم میگیرن. به چه دلیل؟ به این دلیل که جمهوری اسلامی با مجموعه اطلاعهایی که داده بود، با مجموعه مانورهایی با که توسط تجهیزات خود نشون داد، اساساً میخواست این امکان رو فراهم نکنه که تبدیل به یک جنگ خیلی جدی بشه، و در مقابل هم اسرائیل این امکان رو داشت که بتونه واکنشی نشون بده که به نوعی این تناسب رعایت بشه. اما نکته خیلی مهم این مسئله اینه که عملا نشون داد که بازیگران اصلی در سیاست جمهوری اسلامی و سیاست اسرائیل بر مبنایی فکر میکنن که از اون طریق میتونن عضوی جامعه بین‌المللی باشن یا بیرون از جامعه بین‌المللی. جمهوری اسلامی بر اساس معادلات داخلی خودش تصمیم گرفت، مشروعیتی که در میان طرفدارانش داره، و اسرائیل بر اساس اعتباری که در نظام بین‌المللی به دنبال اون است، امنیتی که از این لحاظ احساس میکنه و تعاملی که با جامعه جهانی داره، از این طریق میخواد اون موجودیت خودش رو توسعه بده. به همین دلیل اون چی که در امشب انجام شد به نوعی در نظر گرفتن این مسئله بود که باعث نشه که فشارهای بین‌المللی به نوعی اسرائیل رو به یک تنگنای خاصی ببره، و به همین دلیلی که با وضعیتی روبرو بودیم که اسرائیل کمبودهای جغرافیایی، استراتژیک و نظامی که در حوزه امنیت خودش در غزه داره، در حوزه لبنان داره، در حوزه سوریه داره، تمام اینها رو مد نظر قرار داده بود، و کاری که در داخل جمهوری اسلامی انجام داد، کاری که در ایران انجام داد، اساسا بیانگر این بود که اونها توان این رو دارن که به نوعی مقابل مثل کنن، اما با توجه به شرایط و زمان و مکان خاصی که اونها تعیین میکنن. در مجموع بازی دوباره به قبل از حمله جمهوری اسلامی برگشت، به این معنا که اسرائیل از همون مکانیزم به قول معروف میگن به قول واشنگتن گنگ اوردر استفاده کرد که عملیات هایی رو انجام میده، ولی اونها رو به طور رسمی بر عهده نمیگیره. آقای دستپیش، رویترز گزارش داده که یک مقام جمهوری اسلامی به این خبرگزاری گفته که ایران قصدی برای تلافی فوری نداره و هنوز هم مشخص نیست که چه کسی پشت این حمله بوده. این یعنی اینکه ایران نمیخواد درگیری به نظر شما ادامه پیدا بکنه؟ ببینید، روایت هایی که ما در حال حاضر در داخل جمهوری اسلامی داریم از این حمله، روایت هایی است منوط به اینکه مسئولیت برای سیستم سیاسی ایجاد نکنه. یعنی مجموع اون قرائت‌هایی که اونها به خورد افکار عمومی میدن به این معناست که اتفاق خاصی نیفتاده، هزینه‌ای پرداخت نشده، ضربه‌ای به ما وارد نشده، و به نوعی میخوان اون قرائت روانی خودشون رو که موقعی که به اسرائیل حمله کردن اون قرائت رو حفظ کنن که ما تواناییمون بسیار بیشتر از اون چیزی است که اسرائیل بتونه در اون سطح به ما جواب بده. و همین، اگه از همین منظر به مسئله نگاه کنیم، بیانگر اینه که جمهوری اسلامی فعلا احساس به این نمی کنه که پاسخ بده، اما اونها واقعا هنوز نمی دونن چه اتفاق خاصی افتاده به این معنا که بتونن به یک جنبندی مشخصی برسن. شما اگه توجه کرده باشین در ساعت اول حمله اونها نمی دونستن واقعا چه خبره، یعنی نمی دونستن به کدوم سمت، با کدوم قرائت، به چه وسیله‌ای با افکار عمومی ارتباط برقرار کنن، و در حال حاضر هم دنبال اینن که بتونن به یک جنبندی خاصی برسن. خب طبیعتاً اون جنبندی تأثیر روی این مسئله داره، و از طرف دیگر هم اسرائیل خب طبیعتاً احتمالاً اطلاعاتی رو داره و برای فرصتی دیگر نگه داشته که از طریق رسانه‌ها درس پیدا کنه تا بتونه عمق این مسئله رو بیشتر برای ما روشن کنه. اما اون چی که ما در حال حاضر داریم به نوعی بیانگر اینه که جمهوری اسلامی نمیخواد که از این شرایطی که وجود داره بیشتر پیش بره، اما باز هم بستگی به این داره که نوع اون اسسمنتی که یا برآوردی که از موضوع میکنن به چه نتیجه‌ای برسن.
آقای دستفیش، سوال آخر، شما فکر میکنین که این حمله جمهوری اسلامی رو با چالشی روبرو بکنه، مبنی بر این که در واقع باید حمله دوباره بکنه یا اینکه اصلا پاسخی نده؟ در حدود 2 دقیقه وقت داریم، اگر پاسخ بفرمایید ممنون میشم. همچنان که گفتم، اون چی که قرائتی که ما الان داریم اونها به دنبال این مسئله نیستن، اما خب سیاست‌های اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی و پروکسی‌هاش تغییر نخواهد کرد. بنده فکر میکنم اولویت اسرائیل در حال حاضر لبنان، اولویت اسرائیل غزه است، اولویت اسرائیل سوریه است و این اولویت ها و در این حال همکاری با جامعه بین المللی و همین دلیل این اولویت ها را سعی میکنه بیشتر تقویت کنه تا اینکه بیشتر بخواد به سمت جمهوری اسلامی بره و جمهوری اسلامی این اتفاق دوباره خواهد افتاد به خاطر اینکه مجموعه نیروهایی که جمهوری اسلامی در منطقه اونها رو ساپورت میکنه همواره چالش برای اسرائیل درست میکنن یا باعث ضربه به اسرائیل میشن، مخصوصا حوزه لبنان، و همین دلیله که این بازی دوباره ادامه پیدا خواهد کرد. اما اینکه به سطح بزرگتری برسه بنده فکر نمیکنم اونجا منتهی بشه. بله، سپاس از شما حسام دستپیش، تحلیلگر سیاسی که از بروکسل همراه ما بودید.